قربان است. اگر ایده های دیگر هم حسی و نصیبی از ایده بودن دارند، به خاطر دوری یا نزدیکیشان از ایده قربان است. مولوی خیلی در ایده قربان چیزها میخوانده و میخیده، نه به خاطر اینکه گوسفندی رو حیوانی رو قربانی میکنند، نه دیگه، همین مفهوم قربانی که مفهوم فدا شدن است و مفهوم فنا شدن است و مفهوم از خود تویی شدن است و مفهوم سربریدن نفس است و مفهوم گذشت است، همه اینها رو ایده قربان برای اون یک جا به ارمغان می آورد. و به همین سبب در حقیقت اونی که اید است، اونی که شایسته حقیقی این نام است، ایده قربان است، که به تعبیر مولوی آدم باید خودش رو فربه بکنه تا در اون روز سرش رو ببرن تا مقبول درگاه خداوند بیفته و بقیه همه از فروع اون هستن. این مفهوم دیگه مفهومی است که شما تقریبا هیچ در شعر حافظی نمی‌بینید. باز هم اشاره میکنم حافظ اونقدر نگاهش معطوف به جوانب اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی بود که اصلا وارد این منطقه نمی‌شد. مولوی کسی بود که علاوه بر اهل سنت بودن خلاف آمد عادت میکرد، به شهیدان کربلا عشق میورزید، به خاطر اینکه در اونها این قربانی کردن رو، این فداکاری رو میدید، ستایش میکرد اونها رو و در بالشون غزل میسرود و میخواند و سماع میکرد با دوستان خودش، نه شکل روزخانی های ما ولی فضول داشتن نام اونها، اون هم به خاطر عظمتی که در روح اونها بود و حقارتی که جسمشان در پای روحشان داشت و آماده بودن که برای فضیلت‌های بزرگتر خودشون رو قربانی بکنن. اسحاق و اسماعیل بارها نامشون در مثنوی و در غزلیات شمس آمده است، برای اینکه اونها نماد قربانی شدن بودن، گرچه که قربانی نشدن اسماعیل. اما همین که میگه من چو اسماعیلیانم بی حذر، من چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تراب از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. اسماعیل برای او یک موجود ستودنی و مقدس است، برای اینکه آماده فدا شدن شد، آماده قربانی شد. و هر چه که از این قبیل است در واقع اید رو برای او معنا میکند، به اید معنای حقیقی میبخشد. برای مولوی تمام این هرچه که ما می کنیم در این جهان به خاطر این است که آماده بشویم که متاع بهتری رو قربانی درگاه حق بکنیم. قربانی کردن بدی ها که هیچ، حتی نیکی ها. تعبیر حافظ گفت جامعی گر چاک شد در عالم رندی، چه باک، جامعی در نیک نامی نیز می باید درید. آدمی اگر گاهی از چیزی که به او میلی ندارد مایه میگذاره، چندان اهمیتی نداره، چیزی که دوست داره اگر قربانی کند اونگاه به جایی میرسه. اگر بخوایم معادل قرآنی این مفهوم قربانی رو به دست بدهیم، همان آیه قرآن است: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به خیر و کمال نمیرسید مگر از اون چیزی که دوست دارید قربانی کنید بگذارید، نه چیزایی که دوست ندارید، نه چیزایی که از چشم خودتون افتاده بعد بردارید جدا کنید بدید به یک کسی دیگری و منتی هم بگذارید. چیزی که به جان خودتون چسبیده، به شما تعلق داره، بتوانید ترک تعلق کنید و این رشته تعلق رو ببرید و چیزی رو بکنید، جدا کنید و از آن کسی دیگر. این معنای واقعی قربانی است. به تعبیر مولوی فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. این مفهوم فتوت، این مفهوم مروت، این مفهوم قربانی کردن است. و این دقیقا روزی است که آدمی موفق به این قربانی کردن می شود، یعنی آمادگی پیدا می کند برای اینکه یک چنین فضیلتی رو در خودش تحقق ببخشد. از این طریق نو هم می شود. اگر بخواییم سخن مولانا رو تفسیر بیشتری بکنیم، در واقع آدمی خود کهنه خود رو قربانی می کند تا اینکه یک خود نوی خدا رو ببخشد. اول این رو سر می برد همچون اسماعیل، قربانوار پیشش سر بده، سر مکش از دست او، گر می کشد تا می کشد، تا بعد از اون می بینی که
جان تازهی به شما میبخشه. مولانا در واقع حرفش اینه، میگه آماده قربانی بشو، کسی تو رو قربانی نخواهد کرد، کسی تو رو نمیکشه، جونتو نمیگیره، جان تازه به تو میبخشن. خیلی اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان که مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد. میگه این گمان باطلی بود که فکر میکردن خدا من مسیح رو کشت. کاری به قصه تاریخیش نداره، خدا نمیکشه، فقط از افراد آمادگی میخواد برای قربانی، چیزی بیشتر از این نمیخواد. جان کسی رو او 200 جان دارد از نور خدا و اون 200 را میکند هر دم فدا، اون وقت بعد خداوند به اون جان تازهی میبخشد. مفهوم قربانی کردن این است، من چو اسماعیلیانم میحذر و چو اسماعیل آزادم بسر. به پایان سخن نزدیک میشیم، فقط من اشاره کنم به این کلام مولانا که چه بهار و چه خزان، و خصوصا بهار برای او نماد یک عید واقعی بود، برای این که طبیعت عوض میشد، جامعه های نو میپوشید و فضا فضایی میشد که لبخند بر لبها ظاهر میشد، جانها هم تازه میشدند، هم طبیعت جسم عوض میکرد، هم روح عوض میکرد. و مولانا در یک از سخنانی که داره، سخن شیری نیست، با فرزندش در عبیاتش نیست، میگوید که فرزندم اولیاء خداوند در بهار نمیبیرند، اگر بمیرند در پاییز میبیرند، پاییز مرگ طبیعت است، یک چنین هماهنگی بین آنها برقرار است. اگر یه معنای داره این سخن، معناش این است که در بهار همین زنده میشند، زندگی را از سر میگیرند، بنابراین یک عید واقعی در اون ایام اتفاق میفته. این یک وقتی که اتفاق افتاد با خودش برکات هم میآورند. ما وقتی که صحبت از مبارک بودن و برکت میکنیم، معناش این است دیگه که وجود با برکتی در میآید و با خودش این برکات را نثار دیگران میکند. و از اینجاست که مولوی در وصف بهار میگفت که پنهان نشو که روی تو بر ما مبارک است، نظاره تو بر همه جانها مبارک است، ای بستگان تن به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است. من هم پیشاپیش متعددن این عید سعید رو به همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که اگر قفلی حتمی مغری بر درها مانده، خداوند به دست با برکت خودش آنها رو بگشاید، چشم ها رو آماده دیدنی های تازهی بکند، گوش ها رو آماده شنیدنی های تازهی بکند، ارواح رو مبدل کند، جامعه های نو بر جان شما بپوشاند. و از زبان مولانا هم دعا می کنیم که چون به ما بوی رسانیدی از این، سر مبند مشک را ای رب دین، ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر، دست ما گیر و در آن مجلس کشان، که از رحیقت می چشند سرخوشان. السلام علیکم و رحمت الله. نسبتاً نزدیکی ده دقیقه بعد بفرمایید. خب خسته نباشید، میدونم که سوالات زیادی وجود داره، مخصوصاً که میدونم که خسته اید. شب آخر هست و خواهش میکنم که خانم آقایون که سوال میفرمایند سوال کوتاه بگن که پاسخ بدن سوال بیشتری باشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سوال اولو بفرمایید. سوال ندارم، در تایید فرمایشات دکتر می‌خواستم بگم یه آمارگیری کردن توی اروپا در حین کریسمس اینجوریه که آمار خودکشی اونجا خیلی بالاتر میره، به خاطر اینکه دیپرشن بالاتر در موقع کریسمس.